بریم یه حضور و غیاب بکنیم و شروع کنیم کلاسمون رو. آقا باراد، آقای بنیامین، مرسی. آقای حسام، آقا حسام، نیستن. آقا حسام، امیررضا، آقای امیررضا، آقای محمد مهدی، مرسی. آقای متین، مرسی. آقای محمد علی، مرسی. امیررضا، آقای محمد علی، آقای رفیقی، بله. آقای امیر حسین، امیر حسین، آقای کیان سهامی، بله. آقای کیان سیمینپور، کیان سیمینپور، آقای سید بردیا زویی، بله. آقای علی، آقای علی، مرسی. آقای ایلیا، مرسی. آقای سامین، مرسی. آقای روزبه، مرسی. آقای اشلقی، مرسی. آقای رادین، آقای رادین، بله، مرسی. آقای آرمان، آقای امیر نجاد هم اومدن. آقای آرمان، مرسی. آقای نظری، آقای نظری نیستن. آقای صدرا، بله. آقای نیکان، آقای نیکان نیستن، بله. آقای راستین، آقا راستین، بله. خب بچه ها، محمد ها نظری نایمد، آقای کیان سیمینپور نایمد، محمد علی زاکر، آقای حسام تاجبخش، بله، تاجبخش دیدم. خب بچه ها، حاضری ها رو بردارید، چینه هاتون دم دسته بچه ها، چینه هاتون رو بذارین دم دست، بودید بودید چینه هاتون رو بیارید. آقای سهامی، اسمتی، معلم طاهری، آقای نظری، سلام علیکم، دیدمتون، حاضریتون رو. خب بچه ها، اذان رو گوش بدیم، بریم چینه هامون هم بیاریم. الله اکبر، الله اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن حي على الصلاة،
حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب بچه ها چینه هاتون آماده گذاشتین کنار دستتون؟ باریکلا پسرای خوب، پسرای خوب و نازنین، فرشته های روی زمین، پسرهای خوب. آقای سراج نیومدن؟ آقای سیمینپور نیومدن؟ خب آقای زاکر، طاهری و اسمتی علامت اجازه رو بردارن. مرسی. بچه ها الان شکلایی که رو صفحه کامپیوتراتون یا گوشیاتون میبینین، بچه ها باید ببینید چند تا از چند تا چینه ساخته شده. شما عین همونو بسازید من ببینم. باشه؟ آماده؟ بچه ها باید دو رنگ انتخاب کنیم. خب الان چند تا مربع میبینیم آقای دیودلی؟ چند تا مکعب میبینی عزیزم؟ دوتا. خب حالا دوتای دیگه هم اومد کنارش، بساز ببینم. دو رنگ چینه انتخاب کن. آقای روحان رفیقی هم بیاد. خانم معلم. بله. معلومه. از دو رنگ استفاده کردی، دو تا زرد، دو تا صورتی. دو تا صورتی کنار هم باید بذاریشون، نه اونجوری. ببین دو تا زرد رو بذاریم وری، ببین به این صورت بعد کنارش اینا رو بذار. روحان رفیقی ببینم چیکار کردی. دوربینو بگیر روی میز. متین بگیر رو میز. خب حالا دو تا قرمز رو کنارش بذار. مامان دلداشت از این چینه ها نداری متین؟ چینه چرا؟ خب چرا با چینه درست نمی کنی؟ بذار باش درست بود. درست بچه ها اگه چینه ندارید با لگوهاتون بسازید، اشکالی نداره. خب روحام داری چند تا زرد میذاری؟ دوتا. آفرین. چند تا قرمز؟ دوتا قرمز. آفرین متین، عالی، آفرین. درست شد. مرسی. آفرین آقای رفیقی. خب بریم پیش آقای اشلقی و باراد. بچه آماده؟ آماده تا ببینیم مکعبای بعدی باید چی باشن. باشه؟ باش ببینیم چند تایی هم. خوبه؟ خوب معلوم نبود.
آفرین باراد. معلوم نیست. بگی بالا میتونی بگیری بالا؟ بله. میگم آها الان معلومه. بله درسته، آفرین. خب بریم بچه بعدی ببینیم باید چیکار کنیم. خب ببینیم چند تا چینه اومد، نگاه کنیم. یک بشماریم. یک زرد یک سبز یک سبز بسازید. آفرین بچه. حالا بذارید کنار اون یکی چینه، ببینید کدوم بلندتره. بذارید کنار اون یکی چینه، بذار پایین تر باراد. یکیشو بذار پایین، یکیشو بذار بالا که ببینیم کدوم بلندتره. آها بذار پایین تر باراد، کدوم بلندتره؟ این. بله امیر محمد ببینم. بابا این کدوم بلندتره امیر محمد؟ آفرین باریکلا، مرسی. خب بریم پیش آقای وهاب. چرا دستش بالاست؟ آقای روزبهم بیاد. معلم جانم از اول ریاضی صداتون نداشتم، الان صداتون بیاد نفهمیدم هیچی. ولی نیکان جان اینه همین شکلایی که روی صفحه من میاد به تعداد این مکعبا میخواین چینه بذاریم. خب بعد با هم مقایسهشون میکنیم. بله بله. الان یه دونه چهارتایی ساختیم، یه دونه دوتایی. بله. خب حالا بعدی رو ببینیم چیه. بچه چی اومد؟ دو تا زرد یک سبز. اگه بچه ها این رنگو ندارید اشکال نداره، هر رنگای دیگه استفاده کنید. دو تا زرد یک سبز بسازید. بگیرید جلو دوربین. نیکان ساختید؟ آنو آفرین نیکان. نیکان حالا بین همه اینا کدوم همه بلندتره؟ اون که بلندتره رو بگیر بالا من ببینم. این چند تاییه؟ چهار تایی. آفرین روز به شما چی؟ آفرین اون از همه بلندتره. چند تاییه روز به جون؟ چهار تایی. مرسی آفرین بر شما. خب بریم آقای وهاب علامت دستو بردارید. روحم جان کار داری دستت بالاست؟ خب بریم پیش آقای حسام و سامین. بنیامینم بیاد. خب بچه ها ببینیم تصویر بعدی چیه؟ تصفیر. نگاه کنید. یک زرد و چهار سبز. یک زرد و چهار سبز. بچه ها گفتم اگه این رنگ رو ندارید از هر رنگ دیگه ای هم میتونید استفاده کنید، فقط به تعدادش دقت کنید. مثلا اگه سبز ندارید به جای 4 تا سبز میتونید 4 تا قرمز استفاده کنید. خب آماده شد بنیامین؟ بله. یک زرد و 4 تا سبز شد چند تا؟ سامینم بگه. یک دو سه چهار پنج. پنج تا. آفرین بچه ها. یک زرد با چهار سبز شد 5 تا چینه کنار هم دیگه.
حالا بگید ببینم بین همه چینه هایی که ساختیم کدوم از همه کوتاه تره؟ دوتا. دوتاییه. آفرین، باریکالله. کدوم از همه بلندتره؟ بلندتر رو نشون بده. نه بین اینا. آفرین، چند تاییه بچه بلندتره؟ یک، دو، سه، چهار، پنج، پنج تایی. آفرین، مرسی. خب بیاد آقای علی، آقای تاج بخش، خب علی جان ببینیم دیگه چی داریم، ببینیم دیگه چی داریم. چند تا مکعب اومد بچه ها؟ سه تا. نگاه کنی صفحه منو. سه تا سبز، یک زرد. سه تا سبز و یک زرد. بسازی؟ نه. شد چند تا؟ چهار تا. بچه ها این چینه ای که الان ساختین با یکی دیگه از چینه ها هم اندازه است. اگه گفتین کدومه؟ میگه با کدوم اندازه است؟ دوتا. با کدوم هم اندازه است؟ درستش کن. دوتا. آفرین علی، درسته با چهار تاییه، باریکالله. بچه چینه هایی که درست میکنید و خراب نکنیم، باید با هم مقایسه شون کنیم. حسن خراب کرده بودی؟ بله. بسازش عزیزم. یه دوتا سبز، دوتا زرد. با این برابر. علی جون مرسی، عالی. راستی جان بیا زیره هم با فاصله خب راستی جان ساخته شما اینایی که گفتم کینام تموم شد دیگه ولی یه لگوهایی من دارم میخوام با اونا بسازم. باشه بساز. کدومش بچه از همه کمتره؟ کدومش همه کوتاه‌تره؟ این دوتاییه. آفرین. کدوم از همه بلندتره؟ این پنج‌تاییه. پنج‌تاییه. کدوما با هم هم اندازن؟ این چهارتا. آفرین، باریکلا. دوتاییه بعد با چهار. خب حساب ساختی؟ حسام کدوم از همه کوتاه تره؟ آفرین امیر رضا. امیر رضا کدوم از همه بلند تره؟ این چند تا داره لگو؟ پنج تایی. آفرین، پنج تا. خب حالا بچه ها صفحه رو دوباره ببینیم، ببینیم چند تا باید بسازیم. یک زرد، دو تا سبز. پنج. یک زرد، دو تا سبز میشه چند تا؟ آقای وهاب اگه کار دارید من بهتون تصویر بدم، اگه نه دستتون رو بردارید. خانم معلم. خب حسام ساختی؟ بله. حالا بگو ببینم کدومش با این یک زرد و دو سبز هم اندازه است؟ یک زرد و دو تا سبز میشه چند تا؟
سه تا. کدوم از چینه هایی که ساختیم سه تایی بود؟ نشون بده اندازه شون رو کنار هم بذار ببین هم اندازه هستن؟ ببین اندازه هاشون اندازه همه؟ بله. باریکلا. پس به اینا میگیم بچه هم اندازن چون تعدادشون هم مثل همه، درسته؟ خب بله. مرسی حسام. بذار ببینم نیکان وهاب چی کار داره. خب امیرزا ساختی عزیزم؟ بله. بله نیکان. من چینه ها گذاشتم، یکیش ندارم. لگو نداری کنار دسته؟ نه ندارم. خب ایبی نداره. با همینا که ساختی با هم مقایسه شون میکنیم از لحاظ تعداد و اندازه شون. باشه؟ باش. مرسی. خب مرسی آقای امیررضا. بریم پیش آقای حق نژاد و بذار ببینیم رادی رو این روز اصلا ندیدیم. رادی بیا. آقای حق نژاد کار داشتی؟ نه من رو نیوردی. اگه حق نژاد این دفعه دستتو بالا کنی برای این دیگه به تصویر نمیدم. گفتم صبر کنید به ترتیب تصویر میدم. باشه؟ خب ببینیم مکعبای بعدی چند تایی. رادی باشه. سه تا زرد دو تا سبز بسازی. سه تا زرد دو تا سبز. سه تا زرد. بله اگه ندارید این نداره رنگ دیگه بردارید. سه تا زرد خانم معلمه ساختم. میشه چند تا؟ پنج تا. میشه پنج تا. بچه ها این دست پنج تاییه با کدوم از اینا برابره؟ اندازه شون رو نگاه کنی. رادین با کدوم برابره؟ با کدوم هم اندازه است؟ نشون بده به من. با سفه. اینی که الان ساختیم چند تایی شد؟ پنج تایی. پنج تایی. آها خب کنار هم بذار ببینم. آفرین باریکلا. محمد مهدی درسته. رادین مال شما هم درست. آفرین. خب بریم بچه جدول شگفت انگیز. بچه جدول شگفت انگیز من با کتاب فرق میکنه. خب اینجا رو نگاه کنید بعدا کتاب رو حل میکنید. بریم پیش آقای واحدی. آقای واحدی جدول شگفت انگیز من رو ببینید. یه دایره قرمز دارم، یه مثلث سبز، یه ستاره زرد، یه مربع آبی. همینا هی تکرار قراره بشن. اونجا رو جمع. بچه کتابتون رو نگاه نکنید، صفحه موبایلتون یا لپتاپتون رو نگاه کنید. خب من رو متوجه شدی کدوم شکلا باید حاضر باشن؟ دایره قرمز، مثلث سبز، ستاره زرد و مربع آبی. بریم؟ بله. بریم ببینیم. اول قانون جدول شگفت انگیز رو بهم بگو صدرا جونم. توی ردیف و سطور شکل ستاره
رنگش دارین نیاد. عالی، آفرین، باریکلا. بچه با هم بگیم توی ردیف و ستون شکل تکراری رنگ تکراری نیاد. خب بریم ببینیم. صدرا به ستون نگاه کن، به ردیف نه، چون تو ردیف دو تا خونه خالی داریم. به ستون نگاه کن، مثلث حاضره، دایره هم حاضره، ستاره هم حاضره. کی غایبه؟ کی غایبه؟ اگه ستاره حاضر باشه، دایره هم حاضر باشه، مثلث چهار گوش آبی. آفرین، چهار گوش آبی. ببینیم درست گفتیم؟ بله، آفرین، مرسی. بریم پیش آقای بردیا زویی. چجوری میشه سبیه؟ خب بردیا جان، قانون جدول شگفت انگیز چی بود؟ توی ردیف و ستون شکل تکراری نیادش. آفرین، شکل تکراری، رنگ تکراری نیادش. خب آقای سیمینپور نیومدن تو کلاس؟ خب ببینیم بردیا جونم، توی این قسمت بگو ببینم باید چه شکلی بیاد عزیزم؟ این قسمت باید دایره بیاد. آفرین بچه ها، ستاره اومده، مثلث هم اومده، مربع آبی هم اومده. کی غایبه؟ دایره، باریکلا. خب بریم پیش آقای سهامی. آقای معلم طاهری و ذاکر اصفهانی، دستاتون چرا بالاست؟ خب کیان سهامی، ببین تو کدوم اینجا باید چی بذاریم؟ خب دایره حاضر، ستاره حاضر، چارگوش حاضر، چی حاضر نیست؟ مثلث. آفرین، ببینیم. بله، درسته. مرسی. آقای ذاکر اصفهانی و آقای معلم طاهری. بله. ذاکر اصفهانی که رفت بیرون، آقای طاهری کار دارید؟ متین نه، آقای بذار ببینم کی نیومده. ایلیا اسمتی بیاد. ایلیا جون، توی این قسمت باید چی بذاریم؟ کدوم شکل بیاد؟ کدوم شکل؟ دایره. آفرین، باریکلا. خب بچه، حالا کتابمون انجام میدیم. دوربینا رو کتابا شروع کنیم، با هم حل کنیم جدول شگفت انگیزو. خب آماده؟ خب توی ردیف دوم چه شکلی نیومده؟ ایلیا بگو چی باید بذاریم؟ توی اینجا؟ بله، اینجا مثلث. خب بذار صبر کن. کجا رو بهم گفتی؟ یه بار دیگه نشون بده. اینجا رو خودت کشیدی الان؟
بله. بچه ها زودتر از من انجام ندید دیگه. قرار شد با هم حل کنیم کتابا رو، باشه؟ باش. خب توی این قسمت بچه ها اولین ستون سمت چپ مثلث قایب بود، درست کشیده ایلیا. خب بریم حالا ستون بعدی. آقای معلم طاهری و آقای دیودلی بیان. توی ستون دوم باید چی بیاد؟ مثلث اومده، دوربینا رو کتاب، مثلث اومده، دایره اومده، مستطیل هم اومده، چی باید بیاد؟ متین اونجا چی باید بیاد؟ اینجا. بله. خانم کدوم شکل نایمده؟ آبی باید بیاد. بله آفرین. بله آرمان، من نمیدونم. نداره، انجام بده منو نگاه. آقای آرمان انجام بده، بعد کتابتو بگیر بالا من ببینم عزیزم. چشم. آفرین متین. امیر محمد بیا. آرمان چرا دستت بالا بود؟ علامت اجازه گرفته بودی؟ خواستم بهتون بگم که من خب گفتید نکن بلش من چی اینجا باید چی بکشیم؟ مربع بکشیم؟ آقای اشلقی در رو بده کنم. آقای اشلقی توی ستون سوم، ستون چجوریه با دستات نشون بده؟ آفرین. خب تو ستون سوم ببین چی باید بذاریم. دایره. باریکلا. آفرین. آرمان بگیر بالا ببینم چیکار کردی. باراد بیا. من یه دایره بکشم. این آقای سیمینپور نتونست امروز داخل کلاس بشه تو ریاضی؟ خب آبی. خب بارات جان ستون آخر داری انجام میدی؟ انجام بده. مثلث اومده، مستطیل اومده، مربع آب نه دایره نایمده. باریکلا. آرمان یه دقیقه کتابتو بگی بالا. خب ثابت نگه دار. ما داریم سمت چپیه رو الان حل میکنیم ها، ولی درست حل کرده بودی. بگیر بالا نگه دار. بگیر بالا. خب درسته تا اینجا، ادامه بده. آفرین باران، مرسی. بچه خوب به من گوش بدین، ببینی من دارم کدوم جدول رو حل میکنم، اشتباهی حل نکنید. بنیامین، سامین، علی. بریم جدول بعدی بچه، جدول سمت راست. دایره تو بکش. سری باش سامین. برو جدول سمت راست. میشه. این بچه ها گفتیم همیشه کدوم خونه ها رو حل میکنیم، اونایی که یه دونه خالی داره بهتر میتونیم حل کنیم. الان به جای که ستون رو نگاه کنیم تو ردیف میگردیم. توی ردیف اول کدوم شکل قایبه؟ بلنده گوستانی جا چه قایبه؟ آبی. آفرین، مربع آبی قایبه بچه ها تو ردیف اول. بکشید. آفرین بنیامین، مداد رو درست گرفته. آفرین به سامین. خب روزبه بیاد، یوسفی بیاد، تاج بخش بیاد.
خب بچه ها ردیف دوم کدوم شکل نیومده بگید ببینم. شکل چهارگوش آبی. چهارگوش آبی. آفرین باریکلا، چهارگوش آبی غایبه. بکشید. خانم میتونم ردیف دوم؟ بله خانم میتونم ردیف دوم؟ خب ردیف سوم کدوم شکل قایبه بچه ها؟ ردیف دوم مربع آبی قایبه. خب ردیف سوم چی؟ ردیف سوم دایره قرمز قایبه. دایره قرمز باریکلا. پایینش خب ردیف آخر بچه چی قایبه؟ ردیف آخر دایره قرمز. باریکلا آفرین باهوشای من. انجام بدین. خانم ماله. بله بله مرسی عالی. خب بچه کتاب ریاضی ها رو بذارین کنار بریم علوم. بریم علوم صفحه الان براتون میذارم صفحه 17 اینجا بچه صفحه آخر فصل 2 بیارید. خب آماده کنید بچه ها اینجا رو تا بگم یه تصویر براتون میذارم. خب آقای جواهری تصویری چی میبینی اینجا عزیزم رو صفحه؟ جنگل. جنگل باریکلا. دیگه چی میبینی؟ هر چی ریز میبینی بهم بگو قشنگ دقت کن. آب. آفرین. سنگ. چمن. آفرین. چوب. آفرین باریکلا. امیر رضا تا حالا جنگل رفتی؟ نه. نرفتی؟ خب ببین وقتی که ما به نظرت ما وقتی بریم توی جنگل چه صداهایی میشنویم؟ وقتی جایی که پر از صدای حیوانات مختلف باریکلا. خب این چیزایی که الان به من گفتی با کدوم حست دیدی به من گفتی؟ با حس گوشا. بینایی. بینایی. با حس بینایی. حالا صداهایی که شنیدی صداهایی که میگی تو جنگل میشنوی با چه حسیه؟ صدای خرس. خب با چه حسی میشنوی؟ حس شنوا. شنوایی. شنوایی آفرین. و
بچه ها با چشممون میبینیم، بهش میگیم حس بینایی. با گوش هامون میشنویم، میگیم بهش حس شنوایی. بله آقای زاکر. بله. چرا دستتون بالاست؟ آخه من از اون سوال قبلیه نپرسیدم. زن میشه توی سوال نفر اول باشم؟ گفتم دیگه، گفتم ممکنه یه ساعت به یکی تصویر بدم زنگ بعد ندم، یا زنگ بعدش بدم زنگ قبل ندم. به همه نمیتونیم بچه ها تصویر بدیم هر زنگ، درسمون میمونه. خب الان به من سوال بس، از من سوال بپرسید به جای اینکه نفر بعد رو آماده بپرسی. باش بپرسم ازت. خب بگو ببینم اینجا چی میبینیم. اینجا تابوس میبینم، درخت میبینم، آبشار میبینم، پل قدیمی، گل میبینم، درخت میبینم، خاک میبینم، همینا رو میبینم. اونجا آبشار نیست بچا، به این میگیم رودخانه. همین رودخانه. رودخانه. خب اینایی که گفتی بازم هست. عشان نگاه کن با حس بینایی. چیه؟ خرگوشه اینجا. دیگه یه دست سبزم بقیر اون روز خونه تاووس هم اونجاست. تو یه پرنده هم اون بالاست. پرنده یه دونه است؟ نه چهار تاست. سه تاست. محمد علی اینا رو با کدوم حس دیدی؟ به من بگو، بهش میگیم حس بینایی. حس بینایی. مرسی. آقای عرفانی تا حالا جنگل رفتی علی جون؟ بله. خب توی جنگل چه صداهایی میشنویم؟ بله رفتم. حیوانات. باریکلا. دیگه؟ آه راد رودخانه. آفرین آفرین، باریکلا. دیگه فکر باد. آفرین. صدای پرنده ها. بله صدای پرنده ها، باریکلا. خب علی جون همه اینا رو با کدوم حس متوجه میشین؟ شنوایی. حس شنوایی. ممنونم علی جون. خب آقای بردیا زویی، اگه الان شما بری توی این تصویر، مثلا اگه اینجا باشی تو این تصویری که من گذاشتم، خب دوست داری به کدوم از اینا دست بزنی؟ به درخت دست بزنم، به گلا دست بزنم. خب وقتی که دست میزنی به درخت ها، به نظرت چه جوری هن؟ نرمن، زبرن، سردن، زبرن. گرمن؟ چی؟ زبرن. زبرن. گلا چی؟ نرمن. نرمن. با کدوم حس میفهمیم اینا رو؟ لامسه. باریکلا. لامسه. مرسی. خب آقای واحدی، بریم سراغ تصویر کتاب بچه. خب صدرا به من بگو ببینم اینجا تصویر چی میبینی؟
چی میبینم؟ آره کتابتون عزیزم. سنگ میبینم، خاک میبینم، چمن میبینم، چوب میبینم، درخت میبینم، آسمون میبینم. آفرین. به این میگیم حس چی؟ میبینم حس بینایی. بینایی. آفرین. صدرا اگه شما الان اونجا بودی، توی اون محیط بودی، به نظر چه صداهایی رو میشنیدی؟ حیوانات. دیگه؟ دیگه رود. آفرین. صدای رودخانه. دیگه؟ صدای پرنده ها که آواز میخونن. آره درسته؟ اینا رو با خودت حس می‌کنی؟ اگه هم شب باشه تو جنگل بعضی وقتا صدای جیرجیرک و اینا هم میاد. بله. آفرین. آفرین. صدای جیرجیرک. خب اینا رو با کدوم حس می‌فهمی صدرا جان؟ شنوایی. حس شنوایی. ممنونم آقای سهامی. آقای سهامی بگید ببینم، شما اگه الان توی این منظره بودی، دوست داشتی به چیا دست بزنی از جلو نگاهشون کنی؟ به آب، به سنگا. وقتی به آب دست میزدی چه حسی داشتی؟ حس فکر میکنی آبش سرده یا گرمه؟ سرد. سرده. آفرین. خب دیگه به چی دست میزدی؟ سنگ. به سنگ علم. دست میزدی چی؟ بگو ببینم، نرمه یا زبره؟ زبر. زبره. به علف ها دست میزدی چی؟ نر. خب دیگه به چی دوست داشتی دست بزنی؟ مورچه ها. مورچه ها. خب کیانه من بگو ببینم، اینا رو با کدوم حس میفهمیدی؟ مثلا سردی آب و زبری سنگ و با کدوم حسمون؟ لامسه. آفرین. باریکلا باریکلا. خب بچه ها، درس امروز علوممون درباره حواس بود، اینکه خدای مهربون رو شکر بکنیم به خاطر حواس پنجگانه‌ای که به ما داده، که با چشم هامون دنیا رو ببینیم، با گوش هامون صداها رو بشنویم، با زبانمان مزه ها رو حس کنیم، بچشیم، بهش میگیم حس چشایی، با بینیمون بوها رو حس بکنیم، بهش میگیم حس بویایی، و با پوست بدنمون چکار کنیم؟ لمس کنیم، بهش میگیم حس لامسه. بچه خدا رو شکر میکنیم به خاطر این پنجتا حس مهمی که خدا بهمون داده، و به کمک این پنجتا حس میتونیم دنیای اطرافمون رو ببینیم و به وجود خدای بزرگ و مهربان پی ببریم. خیلی دوستتون دارم. خسته نباشید. امروز خیلی عالی بودید. خیلی از همتون راضی بودم. ممنون از اینکه انقدر به حرفای من خوب خوب دقت میکنید. از بین 4 تا کلاس اول علم و ایمان، کلاس 1-3 بچه هاشون از همه زرنگتر و باهوشترن. یه قلب خوشگل و قشنگ برای همتون. یه دنیا دوستتون دارم. مراقب سلامتیتون باشید. دستاتون رو تون تون بشورید، جای شلوغ نرید. به حرف مامان و بابا گوش بدید. سعی کنید که آخر هفته خوبی داشته باشید. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.